درود به شما همراهان جویای آگاهی و حقیقت. سفر کریستیانو رونالدو به همراه تیم النصر عربستان به ایران برای بازی در مقابل تیم پرسپولیس به حدی پرحاشیه بود که شاید تا یک ماه همچنان مطلب و فیلم و عکس از این حواشی منتشر بشه. پس در این ویدیو همراه باشید تا کلی خبر متنوع در این مورد ببینید. از افتضاح بودن وضعیت ورزشگاه و چمن زمین بازی که گزارشگر شبکه تلویزیونی عربستان با تحقیر به اون اشاره کرد تا میزبانی مسئولین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و ده‌ها مورد دیگه. یکی از این موارد که مورد انتقاد گسترده رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، رفتار تبعیض‌آمیز رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس بود که بعد از دیداری که همراه دخترش با کریستیانو رونالدو در فرودگاه خمینی داشت، به خبرنگار تسنیم گفت: به رونالدو گفتم دلیل محبوبیت تو در ایران حمایتات از مردم فلسطین بود. بخل و حسد تمام تار و پود خیلی ها رو گرفته. شما ببین، مدت هاست هر وقت احتیاج بود خب من از بچه هام استفاده می کردم، به جهت اینکه خوشبختانه ما جز اون گروه نیستیم که بابت هر عضو خانواده حقوقی واسمون بذارن. خب از ایشون کمک گرفتیم، مترجم بودن دیگه. خب اولین بار هم نیست، چندین بار جایی بود، ولی خب متاسفانه دوربین نبود اونجا. اومدن کار ازشون برام زمینه که یک سوالی میکردیم، من فکر کردم که خب این سوالو ایشوشات خیلیا بر نتابم بهشون بگم این سوال راجع به فلسطین و مثلا بپرسن. میخواستم مطمئن باشم که حتما این سوال میکنن. از این جهت از ایشون خواهیشون اتفاقا خیلی اصرار داشتن که نیام توی فضای مردونه. گفتیم اب نداره، شما بیا، واسه این که من دوست دارم اون سوالو بکنم از طرف باشگاه بکنیم از آقای رونالدو که بدون. خیلی خوشحال شد و گفت بله همینطوره، من خوشحالم از این که از این مردم دفاع میکنم. اینا همه حسادته، هم بخل و حسده. شما فقط در واقع گفتید هیچ پولی رو باشگاه نگرفت بابت این؟ اصلا یک شب قبلش که به ما گفت آقا حالا که ایشون میاد از طرف هوادارهای پرسپولیس، ما برای اینکه آبرو باشگاه بدونن که علاقمندان پرسپولیس چقدر به ایشون علاقمند هستن و بهترین سوغاتی که ایرانی در اقصا نقاط دنیا داره پرچه ابریشمه. درویش در حال این اراجیفو گفت که رونالدو هرگز خودشو وارد بازی‌های سیاسی نکرده یا حرفی در مورد خاورمیانه و فلسطین و اسرائیل یا حتی روابط تیره ایران و عربستان در گذشته نزده. معلوم نیست درویش بر چه اساسی چنین دروغی و مستقیم به خود رونالدو گفت. همینطور تصاویری از حضور یه دختر جوان در دیدار اعضای باشگاه پرسپولیس و مسئولین فدراسیون با رونالدو در هتل منتشر شد که نشون میداد حجاب این دختر تفاوتی با حجاب مهسا امینی نداشت، بلکه راحت‌ترم بود. اما گشت ارشاد در نهایت شقاوت و پستی مهسا را که در تهران مهمان بود مورد ضرب و شتم قرار دادند و به کام مرگ کشوندند. علی‌رغم تلاش باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال برای پنهانکاری هویت این دختر، معلوم شد که مترجم این بازدید نبود، بلکه دختر رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بود که به واسطه نفوذ پدرش و خارج از برنامه با لباس مناسب دفترخونه عقد و ازدواج در این دیدار حضور داشت و از دیدن رونالدو ذوق زده شده بود. از طرفی پیام یونسیپور، نویسنده ی گزارشی تحت عنوان فضاحت یک میزبانی، با اشاره به تمسخر مردم از طرف رئیس فدراسیون فوتبال که گفته بود هجوم مردم برای دیدن رونالدو باعث خجالت بود، تاکید کرد اون چه که مورد خجالت مردم ایرانه حضور مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایرانه که با وجود پرونده های فساد مالی سنگین در سیستم قضایی نه تنها بازداشت نشده، بلکه رئیس فدراسیون فوتباله. وقتی که یکی از بهترین فوتبالیست‌های تاریخ جهان و یکی از شاید 5-6 بازیکن برتر کنونی فوتبال، آقای گل تاریخ ملی، گل‌های ملی جهان، بازیکنی که در رئال مادرید، منچستر یونایتد، یوونتوس و بسیار باشگاه بازی که 5 تا توپ طلا داره، با این همه محبوبیت به ایران میاد، خیلی عجیب نیستش که یه جمعیت بسیار کثیری بره به استقبالش. این جمعیت در تهران اصلا کثیر نبود.
یعنی یه سری از عکس‌ها هم که نگاه می‌کنی متوجه میشیم که اصلا به شکلی هم انداخته شده که گویا جمعیت بیشتر هم به نظر برسه، و این جمعیت شاید جمعیت 2000 نفری 1500 نفری همونطوری هم که من نوشتم، در بهترین حالت 1500 تا 2000 نفر مجموع حضور فرودگاه و هتل، در مقایسه با مثلا یک جمعیت 14 تا 15 میلیون نفری یا یک کلونی بزرگتر 20 میلیون نفری در شهرهای اطراف و استانهای مجاور، خیلی عدد بزرگی نیست. اما اینکه این سازماندهی وجود نداشته که توی فرودگاه چگونه اینا خارج بشن، هر کسی به فکر عکس انداختن خودش بوده، ماجرای بسیار عجیب اینه که دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای حضور کریستیانو رونالدو و باشگاه النصر عربستان، ما نمیتونیم بگیم رونالدو به ایران سفر کرده که سادیو مانه هم بوده، بازیکنهای ملی پوش النصر هم بودن، اینا اومدن در ایران که با یه تیم باشگاهی در ایران مسابقه بدن، پرسپولیس هیچ ربطی به فدراسیون فوتبال نداره که مگه دبیر کل فدراسیون فوتبال میره مثلا از نماینده قطر از دوحیل مثلا استقبال بکنه که میره اونجا. رفتن عکساشون رو انداختن اون در تبلیغات نظام رو کردن، آقای رضا درویش برگشته گفته مردم ایران کریسانلو به کریسانلو گفته، گفته شما رو دوست دارم بخاطر اینکه مردم فلسطین دفاع کردیم مقابل اسرائیل ایستادیم. اصلا اخباری که در حقیقت دروغ بود و توسط شخص رونالدو و مدیران برنامه‌اش تکذیب شده بوده رو رفته بهش گفتن، یعنی توی چشای طرف. من فکر می‌کنم اون چیزی که خیلی خجالت آوره آقای مهدی تاج، حضور یک فرد با 5 پرونده باز قضایی بر اساس اون چیزی که خود نظام از دید آقای تاج مقدس جمهوری اسلامی میگه در رأس فدراسیون فوتبال، اون چیزی که خجالت آوره اینه که پرونده های قضایی آقای مهدی تاج که همش هم میلیون دلاری یا میلیون یوروییه بررسی نمیشه. آقای تاج اون چیزی که خجالت آوره اینه که فدراسیون فوتبال ایران سال هاست که داره تلاش میکنه، لابی میکنه، پول خرج میکنه، هزینه میکنه برای اینکه زنان ایرانی وارد ورزشگاه نشن و این اتفاقات توسط شخص شما میفته. آقای مهدی تاج اون چیزی که خجالت آوره اینه که اسناد بلک ریوارد، اسناد خبرگزاری فارس پس از حک بلک ریواردز منتشر میشه که تو شما به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی متعهد شده بودی که اگر با حمایت سازمان اطلاعات سپاه بشی رئیس فدراسیون فوتبال منویات رهبر جمهوری اسلامی رو پیاده میکنی. آقای مهدی تاج اون چیزی خجالت آوره که شما به آقای کارلوس کیروش هزینه های مازاد پرداخت میکردی به خاطر اینکه در جام جهانی قطر مقابل اون شعارهای زن زندگی آزادی و سوالات بیسته، وگرنه رفتارهای مردم ایران در قبال حضور یک سلبریتی خجالت آور نیست. یکی دیگه از حواشی این رویداد ورزشی اما با تبعات اجتماعی و سیاسی در ایران انتشار ویدیویی بود که در اون خانمی از هوادارهای رونالدو که برای گرفتن عکس و امضا به هتل اسپیناس محل اقامت این ستاره جهانی فوتبال رفته بود به خبرنگار میگه مامورا جلوشو گرفتن و گفتن چرا یه زن باید هوادار یه مرد باشه و ضمناً باهاش رفتار تحقیرآمیزی داشتن. ساعت چند اومد اینجا؟ من بالا ساعت تقریبا 10 بود اینجا رسیدم با دخترم، به عشق رونالدو اومدیم، واقعا خیلی دوستش داریم، هوادارش هستیم. و شما دیروز هم تشریف آوردین؟ نه من دیروز نیومدم و خیلی ناراحتم از اینکه رفتم بالا، یکی از مامورا به من گفتن که خانم شما چرا اومدی برای رونالدو؟ گفتم مگه اشکالی داره، ایرادی داره؟ گفتن بله خانوما برای چی بیاد، باید بیان طرفدار یه مرد باشن. منم خیلی ناراحت شدم، گفتم من عاشق رونالدو هستم، اصلا اگه جور بشه میرم باش عکسم میگیرم. اصلا شما گفتن که خانوم معنی نداره که محدودیتی؟ آره دیگه گفتن. من خیلی ناراحت شدم، اصلا یعنی چی این فرهنگا واقعا تو ایران نباید باشه، چون ذوق آدمو کور میکنه. از موارد دیگه که در ادامه این ماجرا رسانه‌ای شد، پیراهن فوتبال امضا شده توسط رونالدو بود که به فاطمه حمامی، دختر معلول هنرمند و نقاش، توسط این فوتبالیست هدیه داده شد. اما مسئولین باشگاه پرسپولیس پیرهنو به این دختر و برادرش نداده بودند. ولی وقتی که موضوع برملا و آبروریزی شد، وانمود کردن که پیرهن یادگاری رونالدو به اشتباه جا مونده و اونو به صاحب اصلیش یعنی اون دختر معلول برگردوندن.
یعنی فضاحت پشت فضاحت از تمام ارکان این رژیم میباره. همینطور در بین تصاویر رسیده از حواشی این رویداد، فیلمی منتشر شد که در اون نحوه برخورد خشونت‌آمیز چند مأمور نیروی انتظامی با یه جوان از طرفدارای رونالدو مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته شاهدای عینی، بعضی از هوادارای رونالدو یا تیم پرسپولیس که قصد ایستادن در مسیر حرکت اتوبوس النصر رو داشتن، مورد حمله مأمورای نیروی انتظامی و بسیج قرار گرفتن و تعدادی از اونا بدون هیچ جرمی همراه با ضرب و شتم مأمورا بازداشت شدن. این همه خشونت در حق جوانایی که به دلیل عملکرد رژیم فاسد جمهوری اسلامی نه رفاه دارن، نه امنیت و نه امید به آینده و بدون هیچ آموزش فرهنگی از طریق رسانه‌های در دست حکومت حتی از طبیعی‌ترین حقوق اولیه انسانیشون محرومن، روال همیشگی جمهوری اسلامی و مزدورانشه. در همه جای دنیا حضور سوپراستارهای ورزش یا سینما با استقبال پرشور و گاه خارج از کنترل مردم مواجه میشه. پس بهتره به جای خودتحقیری و احساس خجالت از رفتار هیجانی این جمعیت که به دنبال اتوبوس رونالدو دویدن یا به هتل برای دیدار با اسطوره فوتبال هجوم بردن، انگشت اتهامو به سمت رژیم بگیریم که ایران پیشرفته رو به عقب برد و مردمشو در آتش تجربه ساده ترین لذت‌های روزمره نگه داشت. همینطور باید فیلم برخورد خشونت‌آمیز مامورای نیروی انتظامی و وحوش بسیج رو با مردم مشتاق دیدار رونالدو تا میتونیم منتشر کنیم تا بلکه چشم کور رهبران غرب ببینه که این رژیم با فرزندان ایران چنین رفتاری میکنه. یعنی تعمدن اونا رو در محدودیت نگه میداره تا با کوچکترین اتفاق این چنینی از فرط هیجان زیاده روی و آشفتگی ببار بیاد. از طرفی ابراهیم رئیسی علارغم وایرال شدن فیلم‌های متعدد از خشونت مامورین و مزدوران حکومت با مردم، همچنان حقیقت رو انکار می‌کنه و به عنوان رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی پا رو از مهملگویی فراتر گذاشته و علناً دروغ آشکار میگه. از جمله در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مدعی شد که مهسا امینی در حادثه مرده و هیچ ضربه‌ای به سرش وارد نشده. بدیهیه که چنین رژیم فاسدی بر پایه دروغ استواره. همراهان اندیشمند کانال، لطفاً نظرات ارزشمندتون رو در کامنت بنویسید و با لایک و به اشتراک گذاری این ویدیوها به ما کمک کنید تا مطالب بیشتر و بهتری براتون تولید کنیم.